در مورد ابعاد و عظمت کهکشان مقاومت ایران در برلین، شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده نکات بسیاری گفتند. به آلمان میریم و همراه میشیم با خانم زری کاظمی تا نگاهی داشته باشیم به این مواضع در آلمان. سلام میکنم به شما خانم کاظمی، خیلی خوش اومدین. منم سلام میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران سیمای آزادی و تبریک میگم برای خلق این کهکشان بزرگ در روز 29 ژوئن در برلین و فرانسه، که با پایداری و سازماندهی بزرگترین اپوزیسیون سازمان یافته مقاومت ایران انجام شد و نشون داد که وقتی ما میگیم که یک اپوزیسیون سازمان یافته هست، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق، چیزی به گزاف نگفتیم. تبریک به اشرفیان قهرمان در اشرف سه و کانونهای شورشی، این بازوهای توانمند مقاومت مردم ایران و خالقان این کهکشان بزرگ. بله خانم کاظمی، به گفته شخصیت های شرکت کننده در کهکشان مقاومت در برلین، این یک واقعه مهم بوده. در این رابطه اونها نقد کردن و گفتن. حالا در این رابطه محافل سیاسی و رسانه آلمان چه نظری دارند؟ ببینید، در شرایط این کهکشان برگزار شد که واقعا موانع خیلی زیادی برای برگزاری یک برنامه به این عظمت بود. میدونیم که برگزاری کهکشان در 29 ژوئن چه در آلمان و چه در فرانسه مواجه بود با بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در آلمان و بازی‌های المپیک و انتخابات فرانسه، و وقتی چنین رویدادهای مهمی در واقع در جریان هست، از نظر امنیتی و محدودیت‌های تردد به هر حال خیلی خیلی شرایط سخت امنیتی برقراره، و در این شرایط سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با برگزاری این تظاهرات بزرگ به خوبی نشون دادند که با توجه به همه این محدودیت‌ها و سختی کار، خیلی خوب میتونن از پس اون چیزی که اراده کردن برای حمایت از مردم ایران و از مقاومت اونها انجام بدن. من در اینجا میخوام یه مقداری به انعکاساتی که روزنامه‌های آلمانی در این رابطه دادن اشاره بکنم. خود شما هم طی هفته گذشته به هر حال خیلی از این گرد همایی رو، از عظمت این گرد همایی رو نشون دادی. به طور معمول میشه گفت که یکی از روزنامه‌های مهم آلمان، برلینر سایتونگ یا روزنامه برلین، در گزارش‌های متوالی خودش از این تظاهرات در برلین نوشت که ایرانیان تبعیدی علیه رژیم ایران در ببل پلاتس تظاهرات می‌کنند و خواستار برگزاری انتخابات دموکراتیک در ایران، جدایی دین از دولت و پایان دادن به اعدام‌ها هستند. اون ضمن اشاره به برگزاری تظاهرات و برنامه‌هایی که هست، میگه که اتوبوس‌های زیادی در منطقه کارل مارکس در کنار اتوبوس‌های دیگه پارک شدن، اونا تمام عرض خیابون رو تا شتراسبورگ پلاتس گرفتن و از سراسر آلمان مردم میان تا به این تظاهرات بپیوندن و همچنین از کشورهای همسایه به اینجا سفر کردن. میگه که تظاهر کننده ها بعد از مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری در ایران از آلمان و اتحادیه اروپا میخوان که مسیر قاطع تری رو علیه حکومت ایران در پیش بگیره، و همچنین توضیح میده که میدان کارل مارکس از ساعت 6 صبح به طور کامل بسته شده، اتوبوس ها تا اوایل بعد از ظهر توی ردیف های ستایی در دو جهت اون خیابون پارک شدن و گرد همایی قرار هست که ساعت 2:30 ظهر شروع بشه. در این گرد همایی پیامی از خانم ریتا زوسموت در واقع و پتر آلمایر از اتحادیه دموکرات مسیحی مطرح میشه و در واقع پیام خانم زوسموت قرائت میشه و آقای پتر آلمایر هم نظرات خودشون رو میگن.
در روزنامه باز به این اشاره کردی که با آقای جواد دبیران معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت صحبت کرده و ایشون هم گفتن که رژیم آخوندها بیشتر و بیشتر به سمت پرتگاه پیش میره و همچنین به این مسئله اشاره کردن که علاوه بر فعالیت‌های شورای ملی مقاومت حمایت 160 نماینده بوندستاگ و 350 نماینده پارلمان های ایتالیایی رو که خواستار موضع‌گیری سخت‌تری نسبت به رژیم ایران هستند رو هم ما در دست داریم. در واقع مورد دیگه‌ای که بهش اشاره شده این هست که ایشون میگن که آلمان و اتحادیه اروپا باید که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده و ما بیش از همه خواهان پایان رژیم هستیم و به جای اون یک جمهوری دموکراتیک می‌خوایم که در اون دین و دولت به وضوح از هم جدا باشن و ما خواهان انتخابات آزاد هستیم. علاوه بر این روزنامه سایت رادیو برلین هم توی یک گزارش تصویری از تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین میگه که تظاهر کننده ها برای ایران دموکراتیک و علیه بنیادگرایی اسلامی اعتراض میکنند و اونا به ببل پلاتس اومدن تا یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض خودشون رو اعلام کنن و علامتی برای تغییر ارسال بکنن. همچنین کانال یک آلمان در سایت خودش گزارش میده که ایرانیان تبعیدی روز شنبه در مرکز برلین تجمع کردند تا علیه رژیم آخوندی تظاهرات بکنند. این تظاهرات به ویژه علیه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست. و از موارد دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم در واقع روزنامه‌هایی که در این رابطه انعکاس دادن آسپسایتونگ هست که میگه اپوزیسیون ایران و حامیان اونها در برلین علیه رهبری ایران و انتخابات قلابی ریاست جمهوری تظاهرات کردند. مریم رجوی که از طریق ویدیو کنفرانس از فرانسه با این تظاهرات در ارتباط بود گفت تحریم انتخابات سیلی بر صورت حاکمان رژیم ایران هست. و زود دویچه سایتون، فرانکفورت آلگماینه، فوکوس و هندلز بلت و اشترن هم در رابطه با تظاهرات بزرگ ایرانیان و کهکشان مقاومت نوشتن که تبعیدیان ایرانی در برلین علیه رژیم ایران تظاهرات کردند. اونها از سراسر آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به اونجا اومده بودند و در این تظاهرات که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود شماری از پارلمانتارهای آلمان سخنرانی کردند. نمیدونم فرصت دارم که اشاره‌ای هم بکنم به سخنرانی کسانی که در گرد همایی برلین شرکت کردن از شخصیت‌های بزرگ بین‌المللی و همچنین پارلمانتارهای برلین تا چند جمله از جانب اونا را هم بهتون بگم یا اینکه فرصت خواهش کنم اگر در حد یک دقیقه خواهش بکنم بفرمایید. پس من خیلی کوتاه در واقع میگم که یکی از کسانی که صحبت کرد پروفسور آلخو ویدال کوادراس بود که ایشون گفتند رویای آزادی ایران امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به واقعیت نزدیک است. هم تحریم مردمی انتخابات نمایشی و هم جنگ قدرت غیرقابل انتظار درون رژیم در کنار فعالیت‌های چشمگیر و مداوم کانون‌های شورشی مجاهدین این رویا رو دستیافتنی تر کرده است. و بعد پیام خانم زوسموت بود که ایشون گفتن آنچه که ما رو تا این نقطه همبستگی رسانده نیروهای مقاومت تفکر عمیق آزادی و صلح است. شما تسلیم نمی شوید و ما نیز تسلیم نمی شویم. آزادی پیوسته هدف ماست. و اشاره کوتاهی هم می کنم به صحبت‌های خانم دایانا شلوک شهردار فعلی وایل آم راین و نماینده مجلس فدرال در جوان 2024 که ایشون گفتن ما برای یک ایران آزاد در کنار مریم رجوی ایستاده‌ایم.
مریم رجوی بیانگر آرمان‌های واقعی و اراده مردم ایران است. او مظهر خاص مردم ایران برای آینده‌ای دموکراتیک است و به طور خاص الهام بخش زنان و دختران و یک چراغ امید برای آینده‌ای بهتر است. تحریم انتخابات بازتاب روح قیام 1401 است که در آن مردم ایران با صدای بلند تمام اشکال دیکتاتوری، چه سلطنتی و چه مذهبی را رد کردند. زمان آن است که حق مردم ایران برای مقاومت در برابر دیکتاتوری به رسمیت شناخته شود و سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری شود. بله. ممنونم از فرصتی که به من دادید. بسیار سپاسگزارم از این که با ما و همراه ما حضور پیدا کردین. من از شما ممنونم برای فرصتی که دادید.